اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. می گفت دستی که راه آوازت را مسدود کرده بود با آنکه مهر باطل شد را بر صفحه شناسنامه تو و کوپن برنج تصویر کرده بود اما نام تو تا ابد باقی است. بکتاش گفته بود روزی که دستهای جنایت پروانه گلوی محمد را خاموش کرده بود. امروز من پرواز سرفراز تو را بکتاش آواز می کنم. نام تو بی زوال روشنتر از سپیده ایرانم تا روز سرنگونی دستار این ولایت خونی مانند پرچمی بر آسمان ما پرواز میکنه. سودای عاشقانه آزادی در نام و یاد تو تصویر میشود. بکتاش آبتین پایان این ولایت ننگین را با مرگ سرفرازت آواز کرده بود. علی رضا نوری‌زاده دوشنبه 10 ژانویه 20 دی‌ماه به شما سلام. بله بکتاش را هم از ما گرفتن. مثل همه عزیزانی که از ما گرفته بودن در سال روز جنایت بزرگ هواپیمای اوکراینی بکتاش را هم خاموش کرد. من نمیدونم سید علی آقا وقتی مثلا نامه انجمن قلم آمریکا به دستش رسید که خیلی هم دیر بود البته یه لحظه پیش خوش تعامل نکرد. فامیل خانومش و فامیل عروساش و اینا هم کرونا گرفتن اما چه سریع معالجه شدن و در بهترین بیمارستان ها. چرا نباید بکتاش فرصت داشته باشه این جان جوان؟ من وقتی شعری رو که نوشته بود برای مختاری خوندم الهامی شد برای من. الهام شد. یعنی پاشو به زنجیر بستن. مثل عباس جان امیر انتظام نازنین. واقعا من گاهی اوقات میگم خدایا سید علی خامنه‌ای به چه دره‌ای سقوط کرده که حتی نمیتونه پاشو بذاره 5 قدم بیاد بالا. بریم ببینیم بکتاش رو چرا کشتن. صدای خود بکتاش رو گوش بدیم ببینیم چه میگوید که اینا رو به جنون میکشه. گوش بدیم. پرسشی که ممکنه برای خیلی ها به وجود بیاد خصوصا کسایی که خارج از ایران هستن و ایران رو به درستی نمیشناسن، اما پرسش اینه که آقا تو چه کرمی داری که به جمهوری اسلامی برمیره؟ چی کار داری؟ من جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به اعتقاد من در 40 سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور به خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشرشعی که به خرج داده در همه امور جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده. افزون بر اون فاجعه‌ای که
به وجود آمد و کار شنیعی که آرام آرام در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این که حاکمیت به خاطر کارهایی که انجام داد امید رو از جامعه گرفت، دولت امید رو از جامعه گرفت. یعنی چی؟ یعنی یک جوان ایرانی امروز هیچ امیدی به آینده نداره، اصلا خوشحال نیست، جوان غمگینه، افسرده است. برای چی افسرده است؟ برای چی غمگینه؟ شما تصور کن اگر یک جوان ایرانی امروز بخواد بره سر کار، یک دختر خانومی، یک آقا پسری بره سر کار و همین امروز استخدام بشه، فرض محاله دیگه. اگر اداره دولتی بهش ماهی 3 میلیون حقوق بده، که باز اینم میدونی که امسال 1,800,000 تومان برای حداقل دستمزد تصویب کرده، حال فرض محاله. اگر این آقا پسر یا دختر خانوم در 12 ماه هیچی نخورن میشه 36 میلیون تومان، اگر 10 سال هیچی نخورن میشه 360 میلیون تومان، اگر 30 سال هیچی نخورن و هیچ جا در خونه پدری زندگی کنن مثلا میشه تقریبا 1,180,000,000 تومان. اگر فرض محال تورمم 1% بالا نره، بعد از 30 سال این جوان میتونه که دیگه پیر مرد شده میتونه یک خونه 65 متری در جنوب تهران بخره. یعنی الان شما یک خونه کوچیکی که بخوای بخری بالای 1,000,000,000 تومان. پس بدین ترتیب اگر میگم که امیدو از جوانای ما گرفتن، بیراه نمیگم. ما با داشتن معادن بی‌نظیر، اولا خیلی ممنونم از اکبر عزیزم، دوستانمون در توانا که این کلیپ رو منتشر کردن. و خب خیلی ساده، جمهوری اسلامی امید رو از یه جامعه گرفت، فردا رو از یه جامعه گرفته. ماها هم هممون در دیروز داریم زندگی میکنیم، همه داریم در دیروز زندگی میکنیم. راه فردا مسدود تا سید علی خامنه ای است، تا مجتبی هست، تا رئیسی و محسنی اژه‌ای و بقیه جانورا هستن، جانورایی که خودشون چشم دیدن همدیگر رو ندارن. یه متنی دست من رسیده از یه جلسه که آقای قالیباف هم اونجا شرکت داشته با 4-5 نفر از آدمای خیلی نزدیکش از بچهای سپاه. حرفایی که اونجا رد و بدل میشه پشت خامنه‌ای باید بلرزه، پشتش باید بلرزه که اینقدر کینه و نفرت در درون خودشون ایجاد کرده که اگه دستشون باشه خرخره رئیسی رو میجوند. ساده قضیه رو نگیر. دعوایی که تو مجلس بین قالیباف و رئیسی میشه دعوای ساده نیست، ریشه عمیق داره. قالیباف میگه اون مقام مال من بود، تو بچه 6 کلاسه بی سواد اومدی اونجا نشستی، خجالت بکش. نگاه کنی خودتون کلیپو. حضرت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد، ایشون فرمودن نظر مجلس در این رابطه اخذ بشه. نمایندگان محترم ما بعد از این که لایحه مطرح شد رأی به فوریت ندادن، یعنی نه مجلس اعلام کردن که این عرض ترجیحی که الان پولی وجود ندارد به عنوان عرض ترجیحی را چه کنیم، نه بر فرض این که نباید عرض ترجیحی ادامه پیدا کنه جبرانش رو نظر دادند. این یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع دولت این بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی رو تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فلبداه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت رأی نداد. در کمیسیون بحث داره بررسی میشه. اگر واقعا این بحث بود خوب بود که دولت محترم اصلاحیه بودجه میداد. که اصلاحیه بودجه باور کنید اگر اینا دستشون برسه
عمامه آقای خامنه‌ای رو دور گردنش تناب میکنن دونه دونه شون. من چیزهایی دارم میشنوم. جریان این سرنگونی هواپیما بار دیگر صدا و سیمای آقای جبلی داره به شرم آورترین وضعی با این مسئله برخورد. یه صورت مسئله برخورد شد. میگم وقتی گوهر عشقی نازنین رو میان اون فیلم مسخره جنایتکارانه رو درست میکنن، این نشون دهنده محدودیت ذهن اینا، بالاتر از این نمیتونن تصور کنن، قدرت درکشو ندارن، نمیتونن فهم دارن. میان میشن یه سناریو درست میکنن. سناریو چی؟ میگن خب ما بیان اول صورت مسئله بگیم ملت عزیز، اون روز قرار بود 5-6 هزار نفر از شما کشته بشه. آمریکا قرار بود بیاد تهران رو بزن. اولا من اینو بهتون بگم، نه آمریکا و نه اسرائیل جنایتکار به اندازه جمهوری اسلامی نیستن. اونا اگر بخوان بزنن خونه مردم رو نمیزنن، موشک های دقیق دارن. اگه بخوان سید علی رو، خونه سید علی رو میزنن، نه خونه مردم رو. بعدم اونا با خونه ها کاری ندارن، اونا تأسیسات نظامی و تأسیسات اتمی رو دنبالش هستن. تا اونجا هم که بشه با سایبر کارشون رو انجام میدن، چون هدف تخریبه، لزومی نداره حتما موشک بریزی سرش. بعد میاد میگه که ملت عزیز، شما راضی میشدی به جای 200 نفر 5,000 نفر کشته بشن، 10,000 نفر کشته بشن؟ ایدا وقاحت تا چه حد؟ وقاحت تا کجا؟ چجوری شما میتونید به مردم داغدار، به پدر و مادر داغدار بیاید این حرفا رو بزنید؟ چجوری میتونید بگید که ای پدر و مادر، ای مادر و پدری که بچه تو از دست دادی، ای مردی که همسر تو از دست دادی، در رژیم جهل و جور و فساد ما، در رژیمی که ما داریم، ما 200 نفر رو میکشیم برای اینکه آقای سلامی تو خوابش دیده که آمریکا قراره به ما حمله کنه. آخه شما ابعاد یک وقاحت رو شما چجوری میتونید توصیف و تعبیر و تفسیر کنید؟ و بعد دونه دونه شون هم در نظر بگیرید. آخه اینا واقعا قابل تأمله که سپاه پاسداران محترم آقای رمضان شریف روایت خانواده دو تن از کشته شدگان رو از اظهارات حسین سلامی ناقص، جهتدار و تحریف شده خونده. چرا؟ آقای اسدی لاری و زهرا مجد، والدین محمد حسین و زینب اسدی لاری، با روزنامه شرق گفتگو کردن و فاش کردن که آقای سلامی بهشون گفته که اگه هواپیما سرنگون نمیشد جنگ با امریکا در میگیره. این مردک این حرف رو زده. این پدر از غریبه ها نبوده، در این رژیم جهل و جور و فساد این پدر هم مقامی داشت. به گوش بدیم اول اظهاراتش. ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس ما اینه. البته احساس بیشتر از احساس، اویدنس هم داره. ببینید، من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند. و خیلی رو که دیگه الان چون که خیلی پیچیده و بارها هم نوشتیم به اصطلاح چیزم کردیم، یعنی توی همین صفحه های بچه های عرض بزرگتون که میخواستم بزنم و بنزن گردن آمریکا. کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودن قبلا. دفاعشون چی هست در مقابل این فرضیه؟ دفاع چی؟ اصلا خودشون اینو میگن. چی میگن؟ میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد، آمریکا حمله میکرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بود. این رژیمی که دستگاه سپاهش
قادر نیست حملات گسترده اسرائیل رو پاسخ بده. اسرائیل در سوریه میره هر موقع تفریحش بود دو تا هواپیما میفرسته میزنن 50 تا پاسدار رو میکشن، انبار اسلحه‌شون یک گلوله به شلیک نمیشه. و شما پیشاپیش اومدی یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون کردی، جان انسان‌هایی که پر از آرزو و عشق به فردا بودن، کودکی که داشت برمیگشت به خونه‌اش با پدر و مادرش که اونجا درس می‌خوندن، کشتین شما. خانواده‌هایی رو با 3 تا 4 تا عضوشون نابود کردید شما. اون وقت با وقاحت میاید میگید که بله اگه ما نمیزدیم آمریکا میومد. حالا اونو براتون پخش میکنم، ولی اول اینو براتون بگم. صدای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای که در اوین بلند شد، لحظه ای که خبر پرواز آپتین منتشر شد، خیلی خبر قشنگ. دیروز من اتفاقا توی برنامه خودم بودم تو کلاب هاوس و اونجا این پخش شد. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. این صدای پرتنین گوش بدیم تا من ببرمتون سر مراسم تشییع جنازه آپتین عزیز. قراره به خاک سپاری آپتین گذاشته میشه، خانوادش آماده میشن، دوستانش اعلام میکنن نه دوشنبه این کار رو میکنه در امامزاده عبدالله، ولی میرن خودشون یواشکی. خانوادم چون میدونسته اینا حق بازن و شرم ندارن و از رأس تا ذیلشون شالاتانن مراقب بودن. نگاه کنیم به مزار آبتی. همین الان مراسم بکتاش عزیز هنوز خونه جدیدش آماده نشده و ما منتظریم که بکتاش رو بیارن. خیلی از دوستان نرسیدن به این مراسم و اصلا نمیدونم چی بگم. همیشه کارشون همین جوریه که نظرم به مراسم دوستامون برسیم. مرد بر حکومت آدم کش، 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 مرد بر حکومت آدم کش. این شاعر آزاده کابوس این بیداده، 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 این شاعر مرد بر حکومت آدم کش، مرد بر حکومت آدم کش، مرد بر حکومت آدم کش، مرد بر دیکتاتور، مرد بر دیکتاتور، مرد بر دیکتاتور، مرد بر دیکتاتور، مرد بر دیکتاتور.
اگر بازم از توانا ممنون، اگر سید علی خامنه‌ای گذاشته بود حداقل تشییع جنازه عادی برگزار بشه، 500 برابر این جمعیت اونجا بودن و این مرگ بر تنین وسیطه‌ای داشت. خدا رو شکر بالاخره این تلویزیون هست، تلویزیون های دیگه هست پخش میکنن، توانا هست، اکبر عزیزم زحمت میکشه کارار میکنن. درود بهش، واقعا شرم بر شما باد، واقعا شرم بر شما باد، چقدر شما حقیر و کوچکی. در میان این همه هنرمند بکتاش شاعر بود، نویسنده، فیلمساز بود. آقایون فیلمسازهای میلیاردی یکیشون غیرت نداشت جز رسولوف عزیز که درود بهش میفرستم، که میدونم در چه شرایطیه و چه فشارهایی رو متحمل میشه. آفرین بر تو، درود بر تو که آزاده‌ای، فیلمات آزادگیه، اندیشت آزادگیه و آفرین بهت میگم، آفرین بهت میگم که اون آقا نشدی که آقای فخیمی. حضورتون عرض بکنم خانواده شاهین مقدم پیامی که به سید علی میدن در مورد قربانیان هواپیمای اوکراینی شنیدنی، اینم گوش بدید. علی خامنه‌ای قیافه ما رو خوب نگاه کن. حکم محکومیت تروریستی بودن کار گرفتیم، جریمه رو گرفتیم، ما بلای جونتیم، بلای جونتیم. قیافه ما دوتا رو خوب داشت نگاه کن. میخوای بکشی؟ ترور کنی؟ نمیدونم چیکار میخوای بکنی، هکر میفرستی؟ جلسات رو کنسل میکنی؟ ما چند نفر بلای جونتیم، فراموش نکن. بله، اسم تو آقای خامنه‌ای داره میگه. به خانم زهرا رهنوردم درود میفرستم به خاطر پیامی که داد، به خاطر اشاره‌ای که کرد و محکوم کردن این جنایت بزرگ. آفرین. به هر حال او هم شاعر نویسنده است، ما از قدیم ایشون رو میشناختیم که بودند و چه کردند. اگر آقای مهندس موسوی هم یه مقدار نقطه نظرهای متفاوتی داشت، به خاطر این بانو، به خاطر خانم زهرا رهنورد. تو این وسط گفت نخوچی هم میاد خودشو، نخوچی هم کوره و دندون میشکنه، قاطی آجیل میکنه آقای نادر طالبزاده. داستان این نادر طالبزاده هم واقعا گفتنیست. بچه جیگولی که با سعید امامی تو امریکا اونجا زندگی میکردن و بعد اومدن ایران و انقلابی شدن، این آقا در ماجرای قتل مرحوم محمد باقر حکیم اسمش به عنوان، به همین دلیلم جرأت نکرد دیگه به عراق بره، به هر حال اسمش اونجا ثبت. حالا ولی خب دستمزد گرفتن بابت این کار، اومدن ایران و بهشون امکانات فیلم سازی دادن. جالبه به نظر من، بد نیست شما نادرخانم گوش بدید حرفاشو تا من یکی دو تا کلیپ دیگه هم براتون پخش کنم راجع به سرنگونی هواپیمای اوکراین. از این اتفاقات 10 تا دیگه هم بیفته در مقابل اون اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا اینا مثل همون دیگه، اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد هواپیما میخوره به کوه، اونجا هم عزادار میشیم هممون ناراحتیم. اینجا هم یه پدافندی که داشت میخواست فکر میکرد این موشک دشمنه یا هواپیمای دشمنه، زده به اشتباه کرده. حالا آقای حاجی‌زاده میگه ما برخورد خواهیم کرد اون افسری که این کارو کرده، لذا صحنه رو گم نکنیم، قاطی پاتی نکنیم. آره چهار نفر جمع شدن میگن چه و چه و اینها، با چند زبان بیایم بگیم اشتباه شد معذرت میخوایم، باید درستش بکنیم دیگه. چند جوری باید بگیم؟ سه روز بعد. من به قول دکتر کوشکی تو شرایطی که خود اوکراینی‌ها سندی نداشتن که بخوان گردن، یعنی اگه واقعا بنای ما بر این بود که بخوایم پنهان کاری بکنیم، میتونستیم حتی بگیم مثلا شما گفت حماقت در جمهوری ولایت فقیه اندازه نداره. اوکراینی‌ها مدرکی نداشتن،
مرد نادان، آسمان توسط ماهواره ها رصد میشه، رنگ پیژامه سید علی آقا رو میدونن، صبحم آفتاب رو براشون میبرن، میبینن آقای وحید حقانیان آفتابی میبره، اون وقت نمیدونن شما هواپیما رو زدید. نه اوکراینیا که نمیدونستن، آنچون فکر این با اوکراین معامله دارین و یکی دو میلیارد رد و بدل میشه، چه نه نه، اونا برای چند تا شهروندشون ارزش قائل بودن، برای مسافرانشون ارزش قائل بودن. وقتی آدم وقاحت به اینجا میرسه که اون طالب زاده‌ای که رو به مرگ خودش میاد حالا چی شده، گفتم هیچی، چی نشده، 200 آدم رو کشتین، اشکال نداره، چیزی نیست. شما که کوره آدم سوزی دارید، شما که سال 67 10,000 نفر رو کشتید، شما که اول این نکبت انقلابتون 2,000 نفر رو اعدام کردی، چیزی نیست 200. ما هزاران کشتیم، ما وزیر داریم 3 تیره خلاص زده، حرفا چیه میزنی؟ آدم افسوس میکنه. بعد در نهایت وقاحت اون داستان فیلمشونه که میذارم در قسمت دوم براتون میگم، چون به هر حال راجبش حرف دارم. اما قبل از این که به لحظه درنگ برسیم، خبر شدم که با پادرمیانی جمهوری ولایت فقیه، طالبان در تهران با آقای احمد مسعود گفتگو کرد. بسیار برای من سنگین بود این خبر. اسماعیل خان هم بوده و احمد مسعود در گفتگویی که من خودم باش داشتم و راضی نبود در اون زمان پخش بشه و بعد با دشتی عزیزم داشتم که کشتنش و با چند بانوی مبارز افغانستان، یگان شمع امید بود و هرگز احمد مسعود حق نداره خون پدرشو بفروشه به اینا، هرچه امتیازم بهش میدن. تنهاست، کمکش نمی کنن، اما این صدای رسا باشه. اون مرد بزرگ رحمانوف در تاجیکستان که در رو بهش نبسته، میتونست در تاجیکستان زندگی کنه، صدای رسا باشه. همون صدا خنجر تو گلوی طالبان، ملا آخوند و ملا زهرمار رو مجاهد میشد. شرم بر جمهوری ولایت فقیه باد، شرم بر جمهوری ولایت فقیه باد که به جای کمک به او مادرش کردن در اون شرایط که با طالبان گفته بکنیم. درنگ کوتاهی میکنیم. امروز روز تولد دوست عزیز هزار سالم ایرج جنتی عطاییست. دو روز پیش با هم حرف زدیم، خیلی ایرج همیشه لطف داره، زنگی زد و بعد من بهش تلفن زدم و تولدش. بریم یکی از ترانه هاشو، ترانه های ماندگارشو با صدای عارف عزیز رو بشنویم. بسیار قشنگ. ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم. مثل همه شعرهای ایرج. تو این سالا ایرج رو ببینیم، شعرهایی که گفته چه گونه بوده. دنبال دین برای دنبک و این حرفا نبوده. واقعا دو سه تا موندن از آنهایی که صدای رساشون از قبل از انقلاب در دلهای ما، در جان ما ترین اندازه. شهریار قنبری، ایرج، اردلان سرفراز، درود به همشون میفرستم. رفقای دیر و دور و قدیم خودم هستن. بله براتون میگفتم ملاقات احمد مسعود و طالبان با مهندسی آقای سفیر جمهوری ولایت فقیه اسبق در عراق صورت میگیره. حسن کاظمی قمی رو سید علی آقا میگه بیا برو تو مسئول افغانستان. میبخشه دیگه. یه روز علاءالدین بروجردی اون خیانت رو میکنه به استاد مزاری و اون خیانت رو میکنه به احمد شاه مسعود و امروز نوبت حسن قمی.
احمد مسعود کشوندن به تهران و هدفشون هم این بود که او رو در چشم مردم افغانستان بی‌اعتبار کنه. امروز اتفاقا رادیوی صدای افغانستان تو صدای امریکا به من زنگ زدن، یه برنامه داشتن زنده تلویزیون درست با برنامه من، گفتم ببخشید خیلی دلم میخواد بیام، گفتن ما حرفای شما رو میشنویم دلمون میخواد، گفتم متاسفانه اول مسئولیت در برابر مردم خودم دارم، ببخشید. و خیلی برای من تلخ بود، یعنی واقعا پیش خودم فکر کردم که این جوان رو دارن قربانی میکنن. او خیلی جایگاه بالایی پیش مردمش داشت، با بانوانی که صحبت میکردم، با مبارزانی که صحبت میکردم، همه اشاره میکرد. خب این آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران یک آدمی است که مثل رئیسشون رئیسی تصدیق شیشی. شما بی سوادی رو داد میزنه در نگاه و صدا و سخنش. دیروز به جمیله ندایی میگفتم جمیله عزیز، بیژن مفید سالها پیش از انقلاب، و تو خودت هم بودی که روایتگر بودی، در شهر قصه تصویر زندگی ما رو در زیر سلطه آخوند روباه و اون مجموعه حیوانات گذاشت در برابر چشم. هیچ کدوم روی نکته تعامل نکرده که قرار دوباره بشه الف دو زبر اند و دو زیر اند و دو پیش او. بله شد، شد صدیقی امام جمعه. حالا ببینید این مردک نادان در مورد سرنگون کردن هواپیمای اوکراین و کشتن هموطنان ما و شهروندان چند کشور دیگر، این ناجوان مرد نادان چه میگوید و چطور این شب میره خونه میشینه تلویزیونشو نگاه میکنه شامشو میخوره؟ لعنت و مرگ بر اون زندگی ننگین شما. گوش بدید. اما دریغ است ما تعدادی از دانشجویان عزیز ما که در تشییع جنازه جهانی بی سابقه و بی لاحقه شهید سلیمانی جز رهرمان راه سلیمانی بودند، خانواده های انقلابی بودند، اینا در این سانحه هواپیمایی اوکراین جان خودشون را از دست دادند و به لقاء شهید سلیمانی پیوستند. ما هم یاد خاطره این دانشجویان عزیزمون رو که از دانشگاه های مهم تهران هم بودند، گویا 16 نفر از دانشگاه شریف بودند، تعدادی از دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه های دیگر، و چه خانواده های نجیب و اسیر و بدهکار شهدا و انقلاب که در این داغ عظیم که داغ مضاعفی هم بود براشون، اینها هم دشمن رو مأیوس کردند و هم ان شاء الله خدا این عزیزانشون رو با شهید سلیمانی و سید شهدا عالم امام حسین شالاتون. اتفاقا این خانواده هیچ کدوم تو مراسم آقای قاسم سلیمانی نیومدن، چون اینا آزادی خواه بودن، اینا ضد جهل بودن، ضد جنایت بودن. بذری که آقای قاسم سلیمانی کاشته چی جز مرگ به بار میاره؟ شما عراق رو نگاه کنید، انتخابات برگزار کردن، گروه برنده مشخص شده، چه اطفالی دیروز تو پارلمان ریختن، آقای مشهدانی رئیس سنی رو کتک زدن چون حاضر نشد زیر بار نوری مالکی و اون دنباله جماعت حمالان و نوکران سید علی آقا بره و بگه که بله گروه اکثریت اینا هستن. و در موقع انتخاب آقای حلبوسی باز چه کسافتکاری های راه انداختن. اینا بعضیست که قاسم سلیمانی کاشته. هشت و شبی اینا دست پروردگان او هستن تو یمن. الان نیروهای دولتی موفق شدن
استان شبور رو آزاد کنن. معربم کاملا پاک خواهد شد. چقدر آدم کشته شدن حاصل طرح‌های نابغه شما آقای قاسم سلیمانی بود. این جوانانی که کشته شدن پیروان مکتب زندگی و عشق و آزادی بودن، پیروان کوروش و حضرت فردوسی بودن. با شماها کاری نداشتن. شما آدم خاران نفرت نکبت چی ازتون باید کن؟ آدم دیگه خسته میشه از الفاظی که درباره شما به کار ببره. حالا نگاه کنید شاهکار آقای جبلی، تلویزیون صدا و سیمای جمهوری جهل و جور و فساد، فکر میکنه همه مثل خودشن، فکر میکنه همه نادانن. اون آبجی خانمش تو خونه دست میزه، عجب فیلمی ساختیم. به به آقای صدیقی هم حتما تو خونهش عجب فیلمی بود. نگاه کنید اولا با کیا حرف زدن، یعنی هنرپیشه‌هاشون از کجا انتخاب کردن؟ یه عدد آدم ذوق زده که عکسشون تو تلویزیون دیده بشه؟ بعد همه‌شون از اینایی که توی روز عاشورا با هم قرار مدار پسر و دختر رو میذارن. چه تو یه دونه از چادر چاخشوریاتون، یه دونه از فرزندان آقای خامنه‌ایتون، از اسلام پناهانتون توش نیستن؟ چرا همه جیگولایی هم که اصلا دنبال این حرفا نیستن؟ چقدر بهشون دادی؟ نگاه کن. تصورمو به این بگیرم که موشکو بزنم. هواپیما رو میزنم دیگه. دستام میلرزیده وایسی. من طرفی ندارم. اول آرزو میکنم که هیچ وقت تو همچین موقعیتی نباشم. ولی اگه به تصمیم من بستگی داشته باشه، نمیزنم. اون لحظه میزنم. میزنم. من میزنم. منم میزنم. هیچ گزینه سومی که هیچ کدوم نمیرن نداره. یعنی بین بد و بدتر باید آدم انتخاب بکنه. خب این بارم اگه نزنم چی؟ این موشک باشه 5000 نفر میبینه. این موشک نباشه خب 200 نفر میبینه. تعداد افراد 200 نفر خیلی کمتر از 5000 نفر. رادار داره بهم میگه. اگه نمیزدم؟ اگه نمیزدم چند هزار نفر میمردن. اگه نمیزدم ممکن بود اون 5000 نفر بمیرن؟ 200 نفر کجا 5000 نفر کجا؟ چون اونجوری آدمای بیشتر نجات میدن. فکر میکنم که منطقی. آدمای احساسی معمولا اینجور تصمیما رو نمیدن که بگیرن. مطمئنم که منطقی. میگم نگران اون 5000 نفر بود. هواپیمای اوکراینی. در میان همه اینا که حالا ساندیش گرفتن، پول گرفتن، هر کاری کردن، فامیلاشون، حداقل وقتی اینا رو میبینید چهرهتون رو دژم کنید که بدونن چه جنایت جنایته. شماها شعور نداشتید که موشکی یا شیعی در رادار به سوی فرودگاه نمی اومد، داشت فرودگاه می رفت. بنابراین رادار نشون میداد که نقطه ای داره از فرودگاه دور میشه، نه به سوی فرودگاه بیاد. رادار کاملا مشخص میکنه که یک هواپیما داره میاد یا داره میره، یه موشک داره میاد یا داره میره. کمان که رو رادارهای شما ثبته. وقتی حاجی زاده جنایتکار دستور شلیک داد، موشک‌های شما
از سایت فرودگاه داشت به سوی هواپیما میرفت. اولی رو زدید، گفت حالا یک دیگه هم بزنیم مطمئن باشیم همه کشته میشن. دومی رو هم زد. اون وقت به اینا میگید اگه نقطه اومد ما چیکار کنیم؟ چیزی به سوی شما شلیک نشده بوده، هواپیمای در حال نشستن نبوده، هواپیما در حال صعود بوده، داشته میرفته، مسافران شاد، اقوامشون رو دیدن، چیزایی هم براشون خریدن تو فرودگاه، شیرنی و اینا دارن میبرن، خوشحالن، تعطیلاشون رو گذروندن، حالا برمیگردن به محل تحصیل و کارشون. کشتینشون، اون وقت با این وقاحت میگید که بله این نقطه رو ببینی چی کار میکنی؟ وقت اون دختره که احمق نادانم میگه آره 200 بهتر از 5000 تا، اگه برادرتون تو بود پدرت بود همین حرفو میزدی؟ یه لحظه دلتونو بذاریم پیش پدر و مادر این بچه ها، پیش همسرشون، پیش برادر و خواهرشون، شما زندگی اینا رو نابود کردید، انسانهایی رو نابود کردید، در کنارش خانواده هاشونم مگه اینا دیگه میتونن زندگی کنن؟ حالا میان چونه میزنین سر خونبها، شرم بر شما باد. و نگاه کنید که تمام این برنامه به عمد بود، تصمیم عمد اینها بود و به دستور خامنه ای این موشک ها شلیک شد و هواپیما سر بود. نگاه، آیا میدونستین شواهد غیر قابل انکاری وجود داره که سپاه آمدانه و با برنامه ریزی به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد و 176 نفر رو سپر انسانی قرار داد؟ سپاه تو شب موشک پراکنی به عین الاسد آسمان ایران باز گذاشت، به دروغ گفت هواپیما رو با موشک اشتباه گرفته، تا قبل از رسوا شدن هم 3 روز با تمام قوا حاشا کردن. با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. لاشه ی هواپیما و موشک رو با بولدزر سپاه جمع کردن و شواهد رو کاملا نابود کردن. اصلا برفرض محال که موشک اول رو اشتباهی زدین، دومی رو چرا زدین؟ بی انصافا. تیر خلاص رو اما کارشناس ارشد پرونده به سپاه زد. سپاه قبل از شلیک موقعیت یا با سیستم ارسال فرکانس اضطراری هواپیما رو از کار انداخته بود تا از مسافران به عنوان سپر انسانی استفاده کنه. دبیر امنیت ملی اوکراین هم گفت سپاه عمدن شلیک کرد تا از افزایش تنش با آمریکا جلوگیری کنه. کسافت بزنم اون خون نجس دیگه، بچه مردم زدی. واقعا دردناک. من یه فیلمی دارم که پومن برای من فرستاد که نمیتونم پخش کنم، هم از نظر وجدانی، از نظر انسانی، از نظر شماها نوجوانان و بچه‌هایی که برنامه منو میبینن. و بعد خب این جرم این منظره رو نشون دادن، یوتیوب حتی اعتراض میکنه، ولی واقعا ننگ بر شما با به همین راحتی آدم میکشین، بعد دستورتون رو میشورین که خب تموم شد. و ما نمیدونم چرا در اون زمان به قول معروف انقلاب همه گوش و چشمون انگار بسته بود. بابا یه رجوع به تاریخ به ما نشون میداد که اینا چه کردن، در زمان صفویه چه کردند، در زمان قاجاریه، در دوران سنی کشی های شاه اسماعیل، بهایی کشی های زمان قاجاریه، خدا شاهده بدنمون میرزه همین جوری بوده. مگه مسافران این هواپیما آتش نگرفتن تو آسمانو سوختن؟ تاریخو میخونم، نگاه میکنم، تو شهر زنجان، تو تبریز، تو تهران، تو آباده، تو شهرزاد، تو شیراز بهایی‌ها رو شمع آجین می‌کردن. فکر کنید صورت شما رو سوراخ بکنن تو شمع بکنن، بدن شما رو کتف و پشت و گردن و پیشونیتون تو شمع بکنن، شمع رو روشن کنن و شما رو آتش بزنن، بعد دم توپ بذارن شلیک کنن که بدن شما تکه تکه بشه. اینا مگه با گلوله ساچمه‌ای بچه‌ها رو تو اصفهان نمی‌زدن؟ اون وقت هم همین کار رو می‌کردن. ما به خودمون بدهکاریم، شرمنده خودمون باید باشیم که چرا مجال میدیم حکومت‌های قاتل
وقتی سر کار میان هر غلطی دلشون میخواد بکنن. چرا ما خمینی رو تحمل کردیم؟ شاپور بختیار اونجا بود، اون صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد. او برای ما نماد آزادی و مجلس و پارلمان و دولت سکولار رو میداد، ما رفتیم عکس خمینی رو در ما شکار کنیم. نظر آقا، آقا نگاه کنید عکسشو، پشم و پیلش ریخته لای آیه بقره، همو وردست همو باید بریزه. اما دکتر بختیار بوی عطر میداد وقتی میشست، بوی انسانیت میداد. شعر بودلر میخوند، فرانسش در حد زبان ادبیات فارسیش بود. او رو گذاشتیم رفتیم یه آدمی رو آوردیم جد آباد کشمیری و خودشم معلوم نبود تو چه داده که زبان مرغی هم بلد بود. اون شبی که عرفات اومد عربی حرف زدنش خنده ایجاد کرد برای همه، که حسین نوش اومد گفت آقا جان بذارید من حرف بزنم. رفتیم اون رو اتخاب که لیاقت مال آباد اون بود دیگه. ما نمیتونستیم یک شخصیت برجسته مثل شاپور بختیار نخست وزیرمون باشه، و اگر بختیار بود امروز ما بعد از 43 سال قدرتمندترین دموکراسی منطقه رو داشت. اسباب تأسف. دستگاه دادگستری جمهوری ولایت فقیه از اون اول آشکار بود دیگه. وقتی آخوند میاد انتقام از رضا شاه و داور میگیره، انتقام از مشیر و دوله میگیره، کسانی که پایه دادگستری رو گذاشتن، انتقام از عبدو میگیره، انتقام از خاندان اخوی میگیره، سادات اخوی، انتقام از دکتر صدوقی ها میگیره، بزرگان و استادان دکتر متین دفتری، و دستگاه ضد عدالت خودش رو برپا میکنه. شاید خیلی از ماها تصور کنیم که بله اونجا همه دارن میخورن و میبلن. نه، اون قضات بیشرفی که شرف و وجدان رو فروختن، بله، محسنی اژه‌ای ها، بله، اینا هستن دیگه، کار و زندگیشون رو میدونیم، و بعضی از قضات آلوده ناجوان مردشون، از اون حسین موسوی تبریزی بگیرید همچنین بیاید چون. اما کارمند بدبخت اونجا زندگی نداره، اونم مثل بقیه کارمند هست، اونم مثل معلم هست. خوشم اومد بالاخره به صدا در اومدن، بالاخره صدای رساشون رو بلند کردن جلو مجلسشون و ناسزا به رژیم گفتن. گوش بدید این کلیپ رو ببینید، خیلی جالب. رئیسی تا 5 ماه پیش رئیسشون بود، رئیسی دروغگو، رئیسی دروغگو، رئیسی خیانت میکنه، رئیسی که میگه یعنی سید علی آقا، سید علی آقا به طور قطع بدون رئیسی یعنی سید علی آقا، چون اینا یکی هم دیگه ممزود شدن در هم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. باور کنید سرنگونی اینها دور نیست و مرگ بکتاش آبتین و 170 مسافر هواپیمای اوکراینی
خاکستر نخواهد شد و به هدر نخواهد رفت. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.